سلام دوستای عزیز، به خاطر که امتحانات نزدیک شده ما میخواهیم که یک ویدیوهای از تمام لکچرها را بر شما جور کنم و کوشش میکنم که لکچرها کوتاه باشه، هر چقدر که میتونم کوتاه تر بسازم و متمرکز به امتحان بسازم و یک ویدیو دیگر میسازم که او در مورد راهنمایی در مورد امتحان میباشه که او را انشاءالله سبا یا دیگه سبا اپلود میکنم. فعلا در مورد لکچر دو صحبت میکنیم. در لکچر دو ما در مورد دیسیبل صحبت کردیم. به صنف دیسیبل چی است؟ طوری که در صنف خواندیم دیسیبل واحد صدا است که به خاطر اندازه‌گیری بلندی صدا استفاده میشه. هر چقدر که دیسیبل بلندتر باشه و این معنی که صدایش بلندتر بوده، مثلا 20 دی بی شاید صدای گپ زدن ما شما فعلا از من خودم باشه، اما در 80 و 100 و 200 یک نیم دی بی صدای راکت و الماسک و غیره می باشه. خب در این درس ما در مورد واحد صدایی که دیسیبل استفاده میشه در مورد از او صحبت نمی کنیم. موضوع ما در مورد دیسیبل ما همچنان می تانیم که در الکترومگنتیک ویو استفاده کنیم، یعنی اندازه‌گیری پاور. به خاطر که دیسیبل هیچ کدام معنای نمیده و یا معنای دیسیبل در معنای از دیسیبل ای است که یک ریشو را نشان میده، یعنی یک تناسب نشان میده، پس واحد نداره. دیگه در صدا داشت چون واحد صدا است، اما بدون صدا که ما صدا صحبت نمی کنیم در مضمون. در مضمون وایرلس کمیونیکیشن ما دیسیبل هیچ کدام معنای واحد نداره و به معنای یک ریشو است و یعنی یک چیز چقدر زیاد است یا چقدر کم است، یک اندازه را نشان میده، یعنی دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه. خب به خاطر از او است که دیسیبل ما وقتی که بر شما میگیم که یک امپلیفایر دو دیسیبل دی بی گین داره یا 3 دی بی گین داره، این معنا میده که سیگنال دو چند میسازه. او مهم نیست، اگر 2 وارد باشه 4 میسازه، اگر 2 میگا وارد باشه 4 میگا وارد میسازه، اگر 1 مایکرو وارد باشه 2 مایکرو وارد میسازه. پس مثلا یک سیم ما داریم، یک لاین داریم و لاین همیشه زایاد داره، چون لاین یک پیسیو دیوایس است. پس وقتی که سیگنال از او تیر میشه برای از خود زایاد داره. خب فکر کنین که یک لاین است و ما به شما بگویم که ما برای این لاین 10 وات پاور دادم و در آوتپوت 5 وات پاور به دست ما آمد، یعنی 5 وات دیگه ضایع شد به شکل حرارت و مختلف اقسام دیگه ضایعات است و به اون رقم ضایع شد. خب ما بر شما بگویم که چقدر پاور ضایع شد. شما بر ما گفته میتونین که 5 وات لاس داره، اما در دیسیبل باید نشان بدین. اگر بگم در دیسیبل نشان بدین، چون به خاطر از اینکه ما کلکولیشن های محمد دیسیبل است، پس پاور ما باید در لاس ما باید در دیسیبل نشان بدیم. و ای را چرا رقم نشان بدیم و ای را چرا نشان بدیم؟ چون به خاطر از اینکه اگر ای 100 وات باشه و در آوتپوت از چی میبره؟ 50 وات میبره. پس اگر باز برتون بگیم که لاس چقدر شد، شما میتونید گفته 50 وات. پس یک چیزی ثابت نیست، اما وقتی که ما در دیسیبل برتون بگیم، با در دیسیبل یک چیزی ثابت تر میشه. اگر او 100 وات باشه یا 10 وات باشه یا 500 وات باشه، یک چیز ثابت تر میشه. حالا پیدا میکنیم که چقدر لاس است. 10 لاگ فرمول است پی آوتپوت بر پی اینپوت. پی آوتپوت یعنی در آوتپوت چند بار آمده. ما این مثال اول خود در نظر میگیریم، 5 وات تقسیم 10 وات. و یک چیز دیگه که وات امرای وات کنسل میشه، پس مهم نیست واحدش. اگر ما بگیم 5 وات، اگر بگیم 50 کیلو وات، هر چی که باشه وقتی هر دوش کنسل میشه. اما یک چیز در نظر بگیرین که آوتپوت و اینپوت هر دوش باید یک دانه واحد باشه. اگر آوتپوت تان در وات گرفتین، پس اینپوت خود هم در وات بگیرین. اگر آوتپوت در کیلو وات گرفتین، اینپوت هم در کیلو وات بگیرین. خب 5 لاگ 5 بر 10 میشه منفی 3. منفی 3 ضرب 10 میشه منفی
منفی 0.3 ببخشین، 5 بر 10 1 بر 2 میشه، لاگ 1 بر 2 در کلکولیترهای خود چک کنین، منفی 0.3، منفی 0.3 ضرب 10 میشه منفی 3 دی بی. لاسی از این منفی 3 دی بی است، یعنی دو چند، منفی 3 دو چند مانا میده. و منفی درجه شما ببینین، منفی ای به مانای از ایست که زایه شده، یعنی سیگنال زایه، گین نیست، لاس داره. و همینجا یک مثال دیگر ما شما در نظر میگیریم. این مثال از لاین بود، آله خب ایره ما پس میمانم کار میکنیم. و یک فکر کنین که انمی لاین نیست و بجای لاین یک امپلیفایر است، یک دیفایس امپلیفایر است، که وقتی که ما برازی امپلیفایر سیگنال بتم، او سیگنال لاین دو چند ضعیف میساخت، امپلیفایر کوشش میکنیم، یعنی فکر میکنیم که دو چند قوی تر میسازه. یعنی 10 وات برای امپلیفایر دادیم و او را 20 وات میسازه. خب جواب سوال قدیمی را، مثال قدیمی را جنشته میکنیم، منفی 3 دی بی بوده. پس 3 منفی مانایش لاس بوده و ایجا جواب ما شما باید مثبت 3 دی بی برای، چون گین است و منفی لاس مانا میده. خب ایجا بخاطر که 10 دی بی است و 10 20 شده و حالا پیدا میکنیم که راستی 3 دی بی میاد یا نمیاد. پس 10 لاگ پی آوتپوت بر پی اینپوت، پی آوتپوت یعنی در آوتپوت چی بر آمده، اینجا از ما 20 وات است و اینپوت ما 10 وات است. وات امرای وات کنسل میشه، 20 تقسیم 10 میمانه 2، لاگ 2 در کلکولترهای خود نشته کنین، لاگ 2 میشه 0.3، 0.3 ضرب 10 3 دی بی. متوجه شدین اینجا مثبت ما داریم، هیچ منفی نیست، اما در وقت منفی بود. پس این 3 دی بی ما نامیده که مثبت، یعنی گین داره، یعنی 10 دی بی اگر ما بتیم 20 میشه، اگر 40 دی بی بتیم، 40 وات بتیم 80 وات میشه. خب این موضوع دیسیبل بوده، یعنی دیسیبل کدام چیز نیست، یک عدد نیست که ما ببخشن، عدد نیست، یک دیسیبل کدام واحد نداره از خود، مثل متر وار یا کیلومتر وار، تنها یک ریشو هست. و این مثال هایی هست که شما میتونین که در درس های خود بخونین و متوجه شوین، به جهت متوجه شاید شده باشین، وقتی که از لاین تیر میشه همیشه لاس میباشه. پس ما شما گفته میتونین که منفی 6.9 و یا گفته میتونیم که لاس آف 6.9. پس بخاطر که این لاین از خود لاس داره، منفی، یعنی 10 وارد ما دادیم و 2 وارد به دست ما آمده، پس منفی 6.9 دی بی. و شما کلکولیشن هاشو ببینین باز میفهمین. و اینجا ببینین 30 وارد ما به اینپورت دادیم و 15 وارد در اوتپورت برآمده، یعنی دو چند کم شده. پس این باید منفی 3 دی بی باشه، مثل مثال دیگه ما واره که شما اینجا ببینین حل کردیم و نشته شده که منفی 3 دی بی یا 3 loss of 3 دی بی. خب پایین میایم دیگه و اینجا ما میبینیم یک امپلیفایر است و 2 وات ما پاور دادیم و 2 وات 6 وات شده. پس این به خاطر که ولتیج کم زیاد شده، پس این امپلیفایر است، اینجا باید دسیبل ما مثبت باشه. و شما وقتی که در فرمول وضع کنین میبینین که 4.7 دی بی برآمده جواب، یعنی مثبت 4.7 یا گین آف 4.7 دی بی. و دیگه امپلیفایر داریم که 2 وات است، چند وات شده. وقتی که دیجا یک کمی معاین فرمول است، اما فرقشی است که آوتپوت بر شما نداده شده و یگانه چیزی که داده شده اینپوت پاور داده شده و گین از این امپلیفایر بر شما داده شده که 12 دی بی است. پس 12 دی بی ما چطور فرمول داریم؟ 10 لاگ پی آوتپوت بر پی اینپوت. و نظر به ریاضی ما میتونیم که پی آوتپوت خود بکشیم که مساوی میشه به پی آوتپوت، مساوی میشه پی اینپوت ضرب 10 به توان دی بی بر 10، که پی آوتپوت ما مساوی میشه پی اینپوت ما
دو وات است، پس دو ضرب ده به توان دی بی که ما که است 12 دی بی است، پس 12 تقسیم ده 1.2 که حل کنیم 31.69 وات می برایه. و 31.69 را شما ببینید متوجه شوید که کم است زیاد شده، پس مثبت گین است. در اینجا شما نمیتونید، وقتی که من یک سوال بر شما بتم که امپلیفایر مثبت گین باشه، شما اگر حل کردین، اگر جواب شما از دو پایین تر بوده باشه، مثلا یک برآمد یا 1.5، پس بفهمید کدام جا اشتباه کردین، چون اینجا ما امپلیفایر مثبت از گین داره، پس از دو وات باید زیادتر باشه. خب دی بی را خواندیم که کدام واحد نداره، اما وقتی که ما ضرورت داریم یگان دفعه که واحد باید داشته باشه، چون ما وات مثلا در دسیبل کنورت میکنیم، او دسیبل که دیگه ما پیشتر خواندیم ای بیخی فرق میکنه، ای تنها یک ریشو را نشان میده که یک پاور چقدر زیاد میشه، چند دو چند، سه چند، چهار چند، پنج چند، و یا چند کم میشه، یعنی دو چند کم میشه، سه چند کم میشه. اما دسیبل میلی وات بیخی یک کانسپت جدا است. دسیبل میلی وات به معنی از این است که ما وقتی که میلی وات به دسیبل تبدیل کنیم تا امرای دی بی کمپاتیبل باشه. و این را یکم پسانتر باز خوبتر میفهمین. خب فرمول دسیبل میلی وات ای است که دیجا نشته شده دی بی ام مساوی میشه به ده لاگ بیس ده پی بر یک میلی وات. خب ما یک میلی وات کار نداریم، فرمول بسیار ساده است، ده لاگ میلی وات، هر چقدر که پاور بر شما داده شده باشه میلی وات شو میگیرین، لاگ شو میگیرین، ضرب ده میکنین. مثلا اگر ما به شما بگویم که یک وات چقدر دسیبل میشه، لاگ میگیرین یک وات به میلی وات تبدیل میکنین، چون دی بی ام ما پیدا میکنیم، یک وات گس 1000 میلی وات میشه، 1000 به نظرم 3 میشه لاگ 3 میشه 30 دی بی ام. و چرا ما دی بی ام کار داریم؟ چون وقتی که در وایرلس کمیونیکیشن ما صحبت میکنیم، تمام امپلیفایرهای ما یا کیبلای ما لاس و یا گین از یاد چی می باشن؟ در دی بی می باشه، یا منفی می باشه یا مثبت. و شما وقتی که می خواهید که تمام مو لینک بجر معلوم کنین، یعنی مؤخرین سیگنال اینپوت چقدر است و آوتپوت چقدر می برایه، با شما تمام گینا را امرای سیگنال مثبت و منفی کنین تا برایه. و چون وات پاور شما در وات باشه یا در میلی وات باشه، او همراه دی بی جمع نمیشه، چون این معنی از این رو میده که شما سیب همراه انار جمع کنین نمیشه، چون جنس های مختلف است. ما در ریاضی قانون خوانده بودیم که جمع عبارت است از جمع کردن یک جای کردن دو یا هم نوع اجناس. ما گفته نمیتونیم که اگر با شما بگیم که یک سیب جمع دو انار چند میشه، شما نمیتونیم گفته که سه، چون سه سیب میشه یا سه انار میشه، نمیفهمید. پس بخاطر از اینکه اینمی اجناس یک چیز بسازیم، پس ما بخاطر از او وات با دی بی ام تبدیل میکنیم، و دی بی ام باز میتونه که امرای دی بی ما جمع و منفی بسازیم، بخاطر از اون میشه. خب در اینجا گفته شده در اگزامپل 2.1 convert 40 watts into dBm. 40 watt که وقتی که داده شده باشه و ما گفتیم که dBm تبدیل کنین، اما آخر ام مولانش میلی وات میده. اگر کسی گفته باشه آینده بر شما گفته باشه dBw تبدیل کنین، یعنی dB وات، پس آسان است، 10 لاگ راستن 40 وات میگیرین، یعنی 40 دی بی دبلیو می برایه دی بی دبلیو، اما چون از شما دی بی ام خواسته شده، پس 40 با میلی وات تبدیل میکنه، ده لاگ 40000 لاگ
40,000 میشه 4.6 ضرب 10 میکنین 46. 0.02 میشه که ما 46 میگیریم. dBm. و 80 واتس هم رقم گفته شد که به dBm تبدیل کنین 49 میشه و 47 dBm پس به وات کنورت کنین 50 وات میشه. او را باز میتونین شما از این فرمول بکشین. و dBi که هست به خاطر اندازه گیری گین و یا لاس آنتن استفاده میشه که یک آنتن ما چقدر گین یا چقدر لاس داره. هر چقدر که dBi یک آنتن زیادتر باشه اما قدر آنتن چی میشه پیشتر زیاد میره. مثلا این یک آنتن است و دو دانه کاورج داره، مثلا این ساحل را کاور میکنه. سرخ که شما میبینین تا زیاد پیش رفته اما مهینتر است. بس ای مثلا شاید 20 dBi باشه. و سبز که است شما میبینین پهنتر است اما پیش نرفته و خیلی کم. ای شاید 15 dBi باشه. مساحت هر دویش اگر جمع کنین شاید یک برابر باشه. مساحت ازی و مساحت ازی یک برابر است. پس ای به معنی از ایست که هر چقدر که ما گین زیادتر میکنم به همو اندازه انتن پیشت میره اما مهینتر میشه. به خاطر از این ما در هایوی که باشه مثلا در راه شهرها، در شهرها ما انتنه استفاده میکنیم که گینش زیادتر باشه چون میخواییم که سرک دورتر را کاور کنه. آنتن ما دو قسم است که یکش based on direction omnidirectional و directional antenna. Omnidirectional antenna به معنی است که هر طرف یکسان سیگنال را پخش میکنه. ببینین و خصوصیش اینجا است که آنتن اینجا باشه هر طرف چهار طرف خود یک رقم سیگنال را پخش میکنه. و directional antenna ما که است یوگی آنتینا است و ریپیتر است و مختلف آنتینا است که شما در شاید در سر پایا دیده باشین با یک سمت مشخص سیگنال را پخش میکنه. و اینجا ما dBi دیدیم که آنتینا گین مانا میتا و هر چقدر زیادتر باشه